بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه بار رسیدم که البته ما جوان بودیم اون وقت، جوان بودیم، تو حساب اینجوری نبودیم، تقریبا یه نفر از آذربایجان آمده بود، گفت من 500 تومان پول دارم خدمت آیت الله بروجردی ببرم. 500 تومان هم زیاد بود، همه شما شهریه ما چقدر بود؟ 20 تومان شهریه ما بود، قطبی اول بودیم، جمعه میخوندیم، سه قسم بودیم، 20 تومان، 40 تومان، 60 تومان، 60 تومان خارج بود. الان که اینکه شهریه میدن این چوش نبوده، اون زمان ارزانی بوده. سنجک 2000 بود. داری زندگی، ولی اون زمان هم پول نداشت کسی، همون جور بود. ماهایی که پول نداشتن همه جور زیگ و فشار بود. بله اون زمان من 18 سال گم آمدم. وقتی گم رسیدم این مدرسه ها جا نبود. مدرسه خان را هم می ساختن از زیر نظر آیت الله بروجردی، هنوز تمام نشده بود. عرض کنم که مدرسه ها جا نبوده، ما جلو دارالشفا مسافرخانه یه اتاق گرفتیم، 10-15 نفر طلبه، 2-3 اتاق گرفتیم، اونجا بودیم. آیت الله بروجردی خبر دادن، گفت فرمود که باشن اونجا، من کرایش من میدم تا مدرسه ها باز بشه. بعد از اون یکی دو ماه من اونجا بودم، بعد رفتم مدرسه رضوی یه خیابان آذر، یه اتاق اونجا گرفتم، یه اتاق گرفتم و آمدیم. بعد از مدتی مدرسه خان افتتاح شد. اونجا هم که 3 طبقه بوده، مجزا، 2 نفری 2 نفری بوده اتاقاش. از رسال مکاسب امتحان می گرفتن، اتاق می دادن. منم رسال مکاسب را تازه شروع کرده بودم، چند صفحه خونده بودم، اول مطالب ها را خونده بودم. 4 نفر اونجا ممتحن بود. آیت الله قاضی تبریزی بود، آقای تیری بود، آقای کافی الملک بود، اینا از بزرگان بودن، مرحوم حاج مصطفی عراقی بود. 4 نفر امتحان می‌گرفت. من مکاسب را برداشتم رفتم، خدمت اونا سلام دادم، گفتم آقا من رسال مکاسب را تازه شروع کردیم. آقای قاضی گفت بخون اول مطالب. من مکاسب را باز کردم، خوندم الغیبت و حرام بالعدلت الاربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. گفت پشو برو دیگه امتحان دیگه نشد. گفت پشو برو قبول. ولچا یه اتاق دادن با یه نفر عاشق شعبان زنجانی. 3 سال ما اونجا اتاق داشتیم، طبقه سوم. آقای امید زنجانی اونجا اتاق تنهایی داشت، آقای مقتدایی اتاق تنهایی داشت، آقازاده بزرگ آقا اونجا اتاق تنهایی داشت تقریبا. آقای موحدی که مؤیدی بود یا موحدی بود که در مکه شهید شد، آقای معیدی بود مثل شد، پدرشون هم در گذرخان مغازه داشت، ایشون هم طبقه پایین اتاق تنهایی داشت. صابری منبری عراقی عراقی و آقای شریعت مدار بود اونجا، شیخی بود،
جوان با ایشان اتاق داشتن، نقربن یه عده بودن. 3 سال من اونجا بودم. بعد از 3 سال که آیت الله بروجیدی وفات شد، وفاتش قیامت شد. واقعا تا حال همچو وفاتی از مراجع ندیدیم. فقط امام رحمت الله علیه بود که مفصل تر بوده. مجلس آیت الله بروجیده در مسجد اعظم، مسجد اعظم نبود، جا نبود، شبستان ها همش باز بود، فقط مرحوم تربتی منبر میرفت بیشتر. از آن سالی هم میرفت، اما مرحوم تربتی، من منبرش خیلی علاقه داشتم، خدا رحمتش کنه، درس اخلاق بود برای ما. ایشون یه روز تا 40 منبر رفت، 40 آقا. در 40 آقا چون منبر رفت، هیئت های آذربایجان آمده بودن، 3-4 هیئت خیلی مفصل عزاداری. رفت منبر، فرمود که همه نشستن. فرمود من دیشب در عالم رویا حضرت امام زمان را رویا کردم. آدم با حقیقتی بود. فرمود که تربتی به مردم عزادار بگو گریه کنن، عزاداری کنن مثل آذربایجانی ها، زمزمه کنن. یه مرتبه که آذربایجان اینا شنیدن همه بلند شدن، دیگه سینه 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 اونقدر زدن. خودش تربت نشست بالای منبر، گفت آفرین آفرین، گریه کرد. تو قیامت شد، واسه عزاداری عجیبی شد. در 40 آیت الله بروجیدی، بروجیدی آمده بودن از اول تا آخر گل مالیده بودن برای خودشون. می گفتن ساکنان شهر گم کو سید سالار ما، ما برای دیدنش با این همه راه آمدیم. گریه می کردن. همش الان در خاطرات من هست، مثل که در مقابلم می بینم. من حافظم خیلی قوی بوده، اما یه خورده الان کند شده دی، پیر شدیم. 81 سال دارم، یه خورده دیگه پیر شدیم. از جوانی من کاسته شد، جوانی عجیب بوده. بعدشون عزاداری خوب شد آیت الله بروجردی. ما دیگه از مدرسه خان دیدم جرم نمیتونم بمونم، رفتم مدرسه فیضیه. حتی الان یکی از رفقای ما شیخ خوبی همدانی، منزلشون الان از آیت الله بروجردی 2-3 خانه اونوره تو نفش، سه طبقه منزلش شد. اون زمان آیت الله بروجردی اولین بیمارستانش در قم ساخته شد، نیکوی بود آیت الله بروجردی ساخت. ایشون زمان آیت الله بروجردی یه اتوبوس گرفته بودن، روحانیون، خور از روحانی بود، میرفتن برای تبلیغ طرف شمال. این آقای گلستانی الان هست، با ایشون 64 سال رفیقیم. یادگار آیت الله بروجردی همین. یه روز انشاءالله قسمت باشه یه وقت بجم بیاد اینجا، خیلی خوبه. ایشون الان پاشو میچشه، در اثر همین شد. رفتن شمال تبلیغ، حالا یادم نیست پیش از ماه رمضانشون میدونه یا پیش از محرم بود. رفتن در شمال، این ماشین اتوبوس در یه جا رفت، در رفت همه شون کشته شده، همه روحانی.
فقط ایشون آقای گلستانی که الان هست ایشون مونده، اونم تیکه تیکه زخم شدید. وایت الله بروزیدی خبر دادن فرمود ببرد نیکویی کاملا رسیدگی کنید، بلکه یه دونه یادگاری از اون ماشین بمونه. همیشون از بین رفته. بردن نیکویی الحمدلله کاملا دقت کردن، زی نظر آیت الله بروجردی خوب شد. الان هم خوبه، کشن را میره، فقط پاشو میکشه. آیت بروجردی فرمودن بود یادگار ما شما هستی. بعد تشکر به من گفت بریم خدمت آقا تشکر کنم. رفتم خدمت آقا تشکر. آقا فرمود چه خانه دارید؟ گفت آقا ندارم. آقا 3,000 تومان داد که برو خانه بخر. اون زمان 3,000 تومان میداد خانه. الان از آیت الله بروجردی خانه شون اونورتر سر کوچه چه بنفشی خانه ایشون رو 3,000 تومان خرید. آها 500 تومانو اونو 500 تومن از رفقای ما بود، آمد گفت که من 500 تومن پول دارم خدمت آقا ببرم. 500 تومن خیلی بود. گفتم منزل آیت الله بروجردی یه نفر هست، این راضی نمیشه طلبه بره خدمت آقا. کسی اگر پول ببره بگه بلند شو خودتون ببر، طلبه را مانع میشه. این قضیه مردم را ناراحت میکنه. چرا اجازه نمیده؟ الان که هر کس میره خدمت آیان مانع نیستن. رفتیم اونجا نشستیم، بیرونی نشسته بود. یه وقت اون شخص آمد گفت فرمایش، گفتم 500 تومن رفیق ما پول داره، همشهری ماست، میخواد خدمت آقا ببره. گفت شما بشینید ایشون ببره پول، که داد فریاد بکن. یه مرتبه داد فریاد شد چطور شده روحانی خدمت آقا نره من برم؟ روحانی چیکار کرده نمیذارید خدمت آقا بره؟ داد فریاد کرد چه صداش از اندرون آقا شنید. این دیگه ترسید، گفت پاشید برید با هم. رفت من درون، آقا فرمود چرا داد میزدی؟ گفت آقا اینجوریه، اون سطح من پول آوردم خدمتتون، ایشون مرا راه میداد، روحانی را راه نمیداد. آقا چنان ناراحت شد، فلانی چرا نمیذاری؟ چرا این کار را میکنی؟ اینجا خانه طلبه هست، من پدر طلبه هستم. خیلی مهربان بود، اما ایشون اشکال میکرد. خلاصه آقا گفت بعد از این کار را بکنه از این خانه بیرون میکنه. دیگه اون 500 تومن را همشو داد به ما، از منم معذرت خواهی کرد که ناراحت کرده شما را. گفتم نه آقا، من گم چند سال آمدم. گفت اهل کجا هستی؟ گفتم اهل تبریزی. خلاصه کرد، این قضیه را دیدیم ما از آقا.